کنگاوره امروز 1:05:97. همونطور که میبینید جاده ها خالیه، روز اول اعتصاب، کامیونی در جاده. دور جدید اعتصاب رانندگان کامیون از ساعات اولیه صبح روز دوشنبه اول مرداد ماه آغاز شد. کامیونداران شهرهای تهران، بندرعباس، سیرجان، اصفهان، شهرکرد، سنندج، قزوین، بندر موسوم به امام، پلدختر، تبریز، رفسنجان، کرمانشاه، سیرجان، شاهرود، ترق، کاشمر و فیروزکوه در اعتراض به حل نشدن مشکلات معیشت و اجرایی نشدن وعده و وعیدهای کارگزاران رژیم دست به اعتصاب زدند. در جاده خوزستان رانندگان کامیون جلوی کامیون‌هایی که بار داشتند را گرفته و به آنها اجازه رفت و آمد نمی‌دادند. سلام، جاده بین‌المللی شیراز به سمت اهواز، بوشهر و کازرون و نورآباد. همون جور که می‌بینید جاده بسیار بسیار خلوت، خالی از هر گونه تریلی و کامیون. اعتصاب شروع شده. به امید خدا سقوط نزدیکه. قانون اعلانبار کرمانشاه تقریبا بود 100 نفر اینجا می نشسته قبلا. الان بدن 20 نفر هم نمیرسه. یه دارم بارم اعلان نمیشه. دوستان وقتتون بخیر. جاده خیلی خلوته، هیچ که نیست. منم بی گازایلم، حالا خودمو بتونم برسونم تا پل دختر خوبه. گازایلم ندارم، گازایل گیرم نمیاد دستو بزنم. جاده به خلوتی من یادم نمیاد. دمتون گرم. اینه باز پایانه قزوین، 1 مرداد 1397. همه رانندام جمع شدن جلوی اعلان بار، کسی بار نمیگیره، بار ولی اعلان میشه، همه ماشینا رو خوابوندن. بر اساس گزارش شاهدان پایانه های تهران، اصفهان و بندر موسوم به امام خلوت است و رفت و آمدی در آن نیست. در جاده بین المللی شیراز اهواز، تهران ساوه، کنگاور همدان و دشت ارژن نیز کامیونی دیده نشده و کامیونداران اعتصاب کردند. پلیس را دشت ارژن به شیراز. ببینید همه تریلی ها پارکن. جاده اصلو بندر بوشه، جاده که تقسیم میشه یک سر بندر یک سر بوشه، جاده ترانزیتی خلوت، هیچ خبری نیست. همه راننده ها اتصاب به خاطر گیرونی لاستیک استهلاک های ماشین، هیچ ماشینی پیدا نیست. جاده ها خالی خالی. امروز 1:05:97. همطور که میبینید جاده اصلا ماشینی داخلش نیست. ای وقت رانندگان عزیز، جاده خالی خالی، بدون تریلی، بدون ماشین سنگی. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران با صدور اطلاعیه درباره دور جدید اعتصاب رانندگان کامیون و خودروهای سنگین در استانهای مختلف کشور و با یادآوری اقدامات سرکوبگرانه رژیم برای به شکست کشاندن اعتصاب سراسری 2 ماه پیش رانندگان کامیون که حدود 2 هفته طول کشید و به تمامی 31 استان کشور گسترش یافت اعلام کرد، سیاست‌های ضد مردمی رژیم آخوندی که اقتصاد کشور را به نابودی کشانده است فشار مضاعفی بر رانندگان کامیون و خودروهای سنگین وارد می‌کند. علاوه بر گرانی و تورم روزافزون، این رانندگان از افزایش اخاذی‌های رژیم تحت عنوان کمیسیون و عوارض و غیره رنج می‌برند. مقاومت ایران با درود به رانندگان اعتصابی، عموم جوانان غیرتمند را به همبستگی با آنها فرا می‌خواند و از عموم مراجع بین‌المللی و سندیکاها و اتحادیه‌های کامیونداران و کارگران در کشورهای مختلف جهان می‌خواهد تا ضمن حمایت از این رانندگان سیاست‌های ضد انسانی رژیم آخوندی را محکوم کنند.